عادت‌های خوب. باب مدرسه‌اش دیر شد. میگین چی کار کنه؟ دوباره مدرسه دیر شد. باید چی کار کنه؟ های زیره یه خیلی بول. خیلی خنده داره. من دیگه نمیتونم چشم رو با نگه دارم. شب بخیر. منم همینطور. شب بخیر مامان. شب بخیر عزیزم. خوابای خوب ببینی. مامان لباس ورزشی من کجاست؟ روای منم نیست مامان. مامان من نمیدونم. وسایل خودتونه. فکر کنین ببینین کجا گذاشتین. هرچی فکر میکنم یادم نمیاد کجاست. اینکه جراب منم این کار آب شده رفته تو زمین. با کتاب وارسیم چی؟ هر کاری میکنین زودتر. هرچی میگردم نیست. این صدای سرویس ماست. بیشه ببینم. ای بابا چقدر بوخ میزنن. خب آدم حال میشه. این صدای بوخ سرویسی شماست. اولی مال ما بود. بچه ها حاضرین؟ شما آماده شدین بابا؟ خوش به حالتون. چرا وسایلتون رو شب قبل آماده نمی کنین؟ عادت کردین هر روز صبح دنبال چیزاتون بگردین؟ آخه چیه؟ ای بابا دانا مرسا زود باشین دیگه. وای آبرومون رفت. شما ها که هنوز حاضر نشدین واقعا که. میرم بگم سرویسا برم. امروزم بابا شما رو میرسونه. مرسا دانا بیام کمکتون. بیای برین دیگه. مامان تو رو خدا برو زودتر بهشون بگو برن. آبرومون رفت. همه فهمیدن ما تیرمون شده. من اومدم. سلام. چیه؟ چی شده؟ چرا انقدر ناراحتی؟ خودی چرا ناراحتی؟ خانم ناظممون گفت بازم از انضباطم کم میکنه چون خیلی دیر میرسم مدرسه. فکر نکنم چیزی ازش باقی مونده باشه. ناظمم هم همینو به من گفت. فکر کنم از کلاس اول انضباط آدم کم بشه خیلی بده. نه من تنها مشکلم توی مدرسه همینه. ولی من کتاب فارسی من یادم رفته بود ببرم. معلمم به ام گفت پواسی چی امروز اومدی مدرسه؟ آها اینو یادم نبود. منم همش وسایلمو یادم میره. کتونیامو نبردم. خانم ورزشمون گفت حق نداری بازی کنی. گوشه حیاط نشستم و بقیه رو نگاه کردم. با بچه ها از وقتی از مدرسه اومدین چند دفعه بهتون گفتم آمادیشین که بدقولی نشه. من همه چیز آماده کردم ولی شما همینطور اینجا نشستین؟ اگه ساعت چنده؟ ما با آقای منصورینه ساعت 8 تو پارک قرار داریم. الان ساعت 7:30. چیزی به آخر بازی نمونده ماما. 3 ساعتی که دارین همینو میگین. میگین الان تموم میشه. حالا فوقش یکم دیر بشه. اونا تو پارک نشستن بیشون خوش میذاره. ما بعدم میرسینیم. نه مادر جون خوب نیست. از الان عادت کن که خوشگل باشی. چون اگه عادت به کارای خوب پیدا نکنی بزرگتر که شدی برات سخت‌تر میشه. از کجاست؟ چرا نمیتونم پیداش کنم؟ میتونم اینو پیدا کنم یا نه؟ ای بابا چقدر اینجا به هم ریخته است. اعصابم خورد شد. نمیدونم کی دست میزنه به کشوی من آخه. مهشا تو مداد رنگی های منو ندیدی؟ آی دانا باز اینجا مزواک نزدی؟ آخ یادم رفت. نمیدونم چرا هر شب یادم میره. الان میرم مزواک میزنم. دانا کتاب تاریخ منو ندیدی کجاست؟ بابا چی توقعاتی داری؟ من کتاب ریاضی خودم هم نمیدونم کجاست. چه برسی به کتاب تاریخ تو؟ وای چرا سرویس قد زود میاد؟ بچه ها هنوز آماده نشدین. از دست شما. بابا میشه این روزم ما رو برسونی؟ اینطوری که نمیشه بچه ها. از بس شما دیر آماده میشین منم باید با عجله برم سر کار. بابا جون خواهش میکنم. آخه سرویس رو دوباره بخون میکنن آبرمون میره. نه نمیشه. چرا عادت نمی کنین از شب قبل کیف و لباس مدرسه تون رو آماده کنین که هر روز صبح این بساط رو نداشته باشین؟
من دیگه باید برم. نرو. خداحافظ. رشته رو که ریختی توش بعد از 5 دقیقه باید از روی گاز برش داری. اون وقت نمک رو کی بهش اضافه کنم؟ رشته خود شور مادر جون، نمک نمیخواد. آها باشه. سلام. 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 خسته نباشی مادر جون. مهسا جان چیزی شده؟ نه چیزی نیست. چرا اینا اینجوری بودن مادر جون؟ نمیدونم. این بچه ها کجان خانم؟ چرا خبری ازشون نیست؟ نمیدونم چی شده. از ظهر که از مدرسه اومدن تو اتاقشونن، فقط واسه نهار اومدن بیرون. تو بگو دانا. خودت بگو. ای تو برای شروع نکن، تو توی اتاق قول دادی بچه. سلام بابا. سلام. 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 چرا اون پشت قایم شده بودی؟ حالی شما خوبه؟ خوبم ممنون. چی خبرا؟ خب بچه ها چی شده؟ چی میخواییم بگین؟ چیزه ما مسا میبریم نزدیکتر. هی بابا راستش چیزه میدونید چقدر جبه ابزارتو مرتبه بابا. من دیگه به نظم عادت دارم، اگه غیر از این باشه اصلا نمیتونم به کارام برسم. بله مثلا برای پیدا کردن یه پیچ نباید یه ست تو این جبه ابزار بگردم. آورین شما از این عادتهای خوب زیاد دارید، صبحام خیلی زود آماده میشین و زود میرین سر کارتون. دانا ده بگو دیگه. آه چیزه بابا، نازمون گفته وردا بیای مدرسه. برای چی؟ جلسه است؟ نه چون چند روز دیر رسیدی مدرسه، گفتن باید بابا مامانتون بیان. اینم نامش. خانم بهداشتمون هم میخواد با اتون حرف بزنه. آخه بازم یادم رفت مسواک بزنه. واقعا که من به داشتن همچین بچه های افتخار میکنم. خواهش میکنم. خب چیکار کنیم مامان؟ ما هر کاری میکنیم بازم دیرمون میشه. آره. من میدونم. چقدر فیلم از بابا گرفتی مامان بزرگ. آره مادر جون، از قدیم تا الان من حتی نقاشی‌های باباتونم نگه داشتم. خب دنبال این میگشتم. چه باحال اون باباست، چقدر بامزه بودی کچل. درسته، میدونین بچه ها اگه باباتون الان توی کارش موفق و زندگی خوبی داره، دلیلش اینه که به کارهای خوب عادت کرده. به منظم بودن، مرتب بودن، مسواک زدن، به مطالعه کردن، نماز خوندن و عبادت خداوند. آخه بچه مثبت بوده. بابا شما هم اینجا، این چه بچه خوبی بودی شما، ما نمیدونستی. خیلی شیطون بودم. بله کسی که به کارهای خوب عادت داشته باشه خیلی راحت‌تر میتونه کارهای خوب دیگه بکنه. خب فردا که اومدم مدرسه میتونم از طرف شما قول بدم که دیگه تأخیرتون تکرار نمیشه؟ بله. امشب تمرین میکنیم که به کارهای خوب عادت کنیم. پس مزا جان اول عادت کن کتابات رو توی قفسه من نذاری، چون امروز کتاب تاریخ تو اشتباهی بردم مدرسه. تو قفسه پر بود. تام عادت کن که مسواک بزنی، وگرنه همه دوستان مسموم میشن. تو هنو به این بو عادت نکردی؟ آدم به چیزای بدبو نباید عادت کنه، مگه نه مامان بزرگ؟ قول میدم خدا رو شکر که خواب بود، باورم نمیشه. سلام، صبح بخیر، بیدار شدی مسا؟ صبح بخیر، امروز چقدر زود بلند شدی. گفتم یه بار دیگه تحقیقم رو دوره کنم، امروز باید سر صف برای بقیه بخونمش. راست میگی، آفرین، عاشق این عادتهای خوبتم. خواهش میکنم، بیا بریم با هم صبحونه بخوریم. 5 دقیقه دیگه با لباس کامل سر میزم. باشه، مثل هر روز. بله، مثل هر روز. عاشق تمام جی. بازم خدای شکرت که همش خوب بود.